بختیار حالا هر برنامه‌ای بوده، نمیدونم ساواک منحل کرده، کمک کرده جمهوری اسلامی بیاد، خیلی حرفا پشت سر شاپور بختیار هست، ولی شاپور بختیار به عنوان یک اپوزیسیون بجوری به جون جمهوری اسلامی هم افتاده بود، حذفش کردن. قاسملو، دکتر قاسملو و اطرافیانش رو حذف کردن، دستشون هم الان میرسه تو ترکیه میکشن، تو کشورهای دیگه هم اینها دستشون برسه با همون سیستم های امنیتی که در اروپا و حال تو آمریکا و کانادا، کانادا هم شنیدم چند تا از سلطنت طلبها رو هم کشتن، اینها میرسه اینها رو میکشن. ایرانی ها باید چیکار بکنن؟ وقتی که حرفی زده میشه، وقتی کسی خودش رو معرفی میکنه، باید بدونیم این کس کیست. معمولا ایرانی های خارج از کشور طبقه های تاپ ایرانی هستن، سالانه 150,000 نفر لیسانس فوق لیسانس دکترا از ایران خارج شده. آیا باید مثلا ببینیم که آقای تخم آفتابگردون بذاریم جلو حرفای اینو گوش کنیم که بایدن مشتره میزنه یا ترامپ مشتره میزنه؟ یه مقدار از اون سنت های عشایریمون نباید دست برداریم که بگیم آقا تو از کجا آمدی؟ این حرفا رو تو از کجا داری میزنی؟ لایوش میره به 100,000 نفر، به 200,000 نفر. فردا دولت آمریکا میگه آقا من میخوام برای اپوزیسیون پول خرج بکنم، آقا ما 200,000 نفر اینجا چیز داریم، پول بده به ما. خیلی راحت خودشون رو بس میکنن به همونجا. مگر آقای مهدی خلج خانومش در ایران 6.5 میلیارد یورو اتهام داره، پول کمی نیست. این آقا در مؤسسه انترپرایز چه شکلی اومده؟ آقای فخرآور خودش رو به پهلوی‌های بزرگ نسبت میده، به رضا شاه نسبت میده، بعد به من نشون میده که فیلمی نشون میده در این ویدیوها تو دفتر رئیس زندان با لباس زندان داره برنامه لابی میده که من در زندان بودم، اونم زندان‌های جمهوری اسلامی، چون من زندان جمهوری اسلامی رفتم، من توی انفرادی جمهوری اسلامی بودم، تو خود زندان‌های جمهوری اسلامی بودم، من میدونم جمهوری اسلامی چی هسته. هیچ زندانی رو نمیگیرن بشونن روی میز رئیس زندان فیلم پخش بکنه، به همین سادگی خارج از کشور هم پخش بشه که من زندانی هستم. نه عزیز من، نه عمر من. آگاهی مردم خارج ایران باعث میشه که آگاهی در درون ایران شکوفا بشه. وقتی در خارج این شکلی مسلط هستن، در داخل ببینین چه شکلی مسلط هستن. جمهوری اسلامی پدیده شومی هست، ایرانی نیست، این از فرهنگ و تمدن ایرانی نیست. فرهنگ و تمدن ایرانی مبتنی بر انسان خدایی هستش، نه خدا انسانی که جمهوری اسلامی مطرح میکنه. یه پرسش،